خدمت آردیست. سلام میکنم به همه شما. دیروز روز والنتاین بوده، پس روز عشق به همه شما مبارک باد. من به مناسبت شرکت در یک سمینار برای ترجمه در دانشگاه ایروان برگزار شد، به مناسبت کتاب زنان بدون مردان و ترجمهش به زبان انگلیسی، که به طور اتفاقی تقریباً دو ترجمه داره. ترجمه اولش به وسیله آقای کامران تلطف و جاستین شارلوت انجام شده، ولی بعد چون شاکی جونیستی پرس به من پول نمیداد و پول رو میگو باید به ناشر بدیم و ناشر هم تفلک اصلا وجود نداشت، در ایران کارش از بین رفته بود، خلاصه من خیلی عصبانی بودم چرا به من پول نمیدن. بعد این کتاب اومد منتقل شد به فمینیست پرس ناشر من، ولی باز هم به من پول نمیدادم. در نتیجه من خواهش کردم از دلوری جیکوب که چیکار کنیم، رئیس انتشارات گفت که میشه ترجمه جدید از کتاب داد. ترجمه جدید رو فریدون فرخ انجام داد و بعد خب این مسئله برای دوست من کامران تلطف که ترجمه اولی کرده بود خیلی گران آمد، ایشون هم قرار بود ترجمه کنه ولی از سرکیز جنرالیستی پرس پرسیده بود و اونا جواب نداده بودن. بعد تقدید این دو تا ترجمه یه سوی تفاهمی ایجاد کرده بود که بلکه ترجمه اول بد بوده که این ترجمه دوم در آمد. به همت این دوست عزیز ما علی خان، علی فامیلی چی علی جان؟ علی مقدادی که از دانشان دور دکترای دانشگاه ایروان هست، یک جلسه هم درباره ترجمه این کتاب اتفاق افتاد، هم چند نفر از ایران شناسان اونجا حضور داشتن مثل آقای فرانک لوئیس و آقای قانون پرور، محمدزا قانون پرور و آقای فریدون فرخ، آقای کامران تلطف، جاستین شارلوت و خب عده دیگه از مردمان که آمدند و جلسه بسیار گرم و خوبی ما در اونجا داشتیم. زمانی که این برنامه ما در این ایروان برگزار میشد، دوست ما آقای پیمان تماس گرفتن با من که شما بیا این دانشگاه ما معرفی کن. بنابراین من قبول کردم و الان در خدمت شما هستم. حرف زیادی من برای گفتن ندارم به اون صورت، برای اینکه احساسم این است که شما همه چیز خودتون میدونید، چه لزومی داره من به شما بگم. ولی فکر میکنم اگه پاسخ و پرسش داشته باشین، در خلال پرسش هایی که شما بکنین من میتونم خیلی حرف ها رو بهتون بزنم. الان در این لحظه من واقعا اونجوری اشراف ذهنی ندارم که چه موضوعی میتونه برای شما جالب باشه. خب البته روز زنان هم نزدیکه، یعنی 8 مارچ، و من دعوت دارم به تورنتوی کانادا، به ونکوور قراره برم اونجا. زنان ونکوور من دعوت کردن، میتونیم تو این زمینه ها صحبت کنیم اگه دوست داشته باشید. و خلاصا حالا بفرمایید شما سوالی که من از شما بپرسم. جانم بفرمایید. چون من هم سگ از زمستان بلند، هم توبا در معنای شب، به خصوص توبا در معنای شب، اسطوره های زیادی رو در این کتاب ها دیدم. من میخواستم عقیده شما رو بپرسم به کاربرد اسطوره. اولا من باید خدمت شما عرض کنم که به شدت تحت تاثیر اسطوره هستم. اسطوره به نظر من کامل ترین فرم داستان نویسی میاد، یعنی انسان در خیلی قدیم شکل اسطوره‌ای بیان و تعریف هستی رو به وجود آورده. انسان قدیم برای همه پدیده‌های طبیعت جان قائل بوده، مثلا خدای باد، خدای آفتاب، خدای باران، خدای درخت، تمام اینها خدایان بودن و در کنار انسان زندگی میکردن و انسان و خدایان با همدیگه رابطه ای داشتن. انسان در این حال چشمش همیشه به آسمان بود و ستاره ها و حرکت ستاره ها و این سیارات که میچرخن همه اینا براش یه محل تأمل و اهمیت داشت. سلسله داستان های ایجاد شده بر مبنای روابطی که این خدایان مختلف میتوانن ایجاد کنن با انسان یا بین خودشون و کل حوادث اجتماعی که برای انسان اتفاق میفتده، چون از چشم این خدایان دور نبوده، یعنی حتما اونا ناظر و حاضر بودن و نقش بازی میکردن در این عمل. پس
داستان‌های مشترک انسان‌ها و خدایان شکل گرفته که این رو میشه گفت بهش اسطوره. نه این اسطوره‌ها ظاهراً به نظر میسه که در حال زمان حال که ما داریم زندگی میکنیم دیگه وجود نداره، ولی واقعی این است که ما در این عصر هم اسطوره‌های ویژه این عصر رو داریم. کسانی که به ساینس فیکشن علاقه دارن یا فیلم های داستانی علمی تخیلی و اینا، یا به قولی که خود من یه واژه اختراع کردم داستان دانش، مثلا اسطوره‌های زیادی رو میتونیم ببینیم که میتونیم بهشون بگیم اسطوره‌های مدرن. این رویاهایی که انسان برای کشف فضا داره، یا تصوراتی درباره زندگی و هستی در نقاط مختلف جهان داره، و همه اینا رو میشه گفت زیر قالب اسطوره جمع‌آوری که اسطوره‌های مدرن مثلا میتاراج. و خب من شدیداً به اینا علاقمندم و دوست دارم نگاه کنم، چرا که اگه اسطوره رو ما خوب بررسی کنیم میتونیم توش خیلی مفاهیم جامعه شناسی، روانشناسی و غیره رو پیدا کنیم. ما اصلا فرض کنیم داستان آدم و حوا، اسطوره آدم و حوا اینقدر زنده مونده که تا امروز دوام آورده و ما باهاش فکر میکنیم، میتونیم بگیم که این آغاز عصر کشاورزی، یعنی انسانی که از بهشت میاد بیرون، از بهشت وحش، آدمی که شکارچی بوده، در دشت و دمن آزادانه میچرخیده و زندگی خودشو میکرده، بعد ناگهان مجبور شده زنجیر کار رو به گردن بگیره و کار کشاورزی بکنه و قانون ازدواج رو به وجود بیاره که در این ازدواج زندگی کنه. بعد مثلا اسطوره آفرینش بابلی ها که بهش میگن انومائلی، در اونجا وقتی اسطوره رو که خیلی اسطوره بلند و زیباییست، اگر وقت شد من میتونم براتون تعریف کنم، در این اسطوره ما میبینیم اولین نهی ازدواج رو، یعنی ازدواج مادر پسر. در داستان آدم حوا ما اولین نهی رو برای ازدواج پدر و دختر میبینیم، چون من تصور میکنم حوا دختر آدمه، چون میگه که وقتی خدا میآفریندش از دنده چپش میگه اینک گوشتی از گوشت من و استخوانی از استخوان من، نزدیکترین موجود به مرد از نظر زنی که نزدیکترین به مرده دخترش که از گوشت و استخوان خودش است. بنابراین میشه گفت که اسطوره آدم حوا در این حال نهی ازدواج پدر و دختر رو هم آغاز میکنه، چون با این ازدواج اینها از بهشت رانده میشن. شاید بشه گفت نظام بعدداری که آغاز شده ریشش برمیگرده به اون داستان انومائلیش که مادر پسر ازدواج کردن، و به نظر میرسه اولین برده های دنیا کسانی بودن که محصول ازدواج مادر پسر بودن، بنابراین اینها رو برده کردن و کار و بیگاری ازشون کشیدن. دسته دوم بردگان که محکوم به کار بیگاری شدن اینایی که پدر و دختر ازدواج کردن و این ازدواج ها نهی شده. پس اسطوره شما میتونید در قالب جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، تمام وجه‌های علوم انسانی بررسی کنید. و منم تحت تاثیر اسطوره ها هستم و در اسطوره در مثلا طوبا و بنای شب من از اسطوره لیلا استفاده کردم. لیلا بر طبق اساطیر زن اول حضرت آدمه، و این لیلا داستانی که خدا گفته به اون درخت دست نزنید، به اون میوه معرفت رو نخورید، و لیلا حرف رو گوش داده، به حرف خدا رفته و گوش داده، هرچی آدم التماس کرده باش را تیجاد کنه لیلا نکرده، و در نتیجه آدم به خدا التماس کرده من چه کنم، آدم حوا رو بهش داره. فلیلا به میل خودش از بهشت آمده بیرون و بین موجودات چیز زندگی کرده. پس من از این اسطوره استفاده کردم و بعد شاهزاده گیل رو از روی اسطوره گیلگمش ساختم، برای همین هم اسمش گیله، و این استفاده ها رو من از اسطوره کردم در داستان. خیلی هم متاسفم که کتاب براتون نیاوردم، چون نگفته بود پیمان من هم هیچ کتاب رو نیاوردم که بخرین از من. جانم بفرمایید. زنهایی که الان دارن رمان می‌نویسن خیلی زیاد شده، هر سال چندین رمان از زنها
بله این اول مصاحبه بی بی سی به نظر من خیلی مصاحبه خوبی بود، یعنی خیلی آدم با استعدادی بود آقای بهمن دارالشفا. و بعد هم من مصاحبه آقای ایرج پزشکیان هم دیدم، اونم خیلی جالبه، اون یه دسته دیگه گرفته بودن ولی اونم خیلی جالب بود. ببینید من اونجا هم توضیح دادم در سال 1348 اولین رمانی که یک زن نوشته خانم سیمین دانشفر چاپ کرده به اسم سوجان. قبلش حدود سال 45-46 رمان کوتاهی از در اومده به اسم تا وقتی که خروس میخواند، اونو خانم لوات وارا نوشته. ولی کن لوات وارا شاعر بود و خالی منم هست، ولی اون رمان ایرانی نیست، درباره روابط آشویتس و یهودی و اینا هست. رمان خانم دانشفر اولین رمانی است که یک زن ایرانی نوشته. بعد یه خلا داریم، البته نویسنده های زن داریم در این موقع، خانم گلی ترقی، خانم مجید انشایی، میهن بهرامی، چند نفر دیگه، ولیکن رمان وجود نداره. تا سال 1353 که من سر زمستان بلند رو می‌نویسم و در 1355 در آستانه انقلاب منتشر میشه. این دومین رمانی است که یه زن در ایران نوشته و من جای دختر خانم دانشفر هستم، یعنی ایشون متولد 1300، من متولد 1324، به راحتی میتونه مادر من باشه. ولیکن جالبه که یه دفعه بعد از انقلاب اسلامی و فشاری که رو زنها میاد و اینکه میخوان برشون گردونن تو خونه ها و زن تحقیر میشه، یک موج غریبی از زنها فشار میارن به طرف ادبیات و شروع میکنن به داستان نویسی، هم داستان های کوتاه هم داستان های بلند، به طوری که شاید الان ما بتونیم بگیم که در هر سال شاید 50 تا رمان و داستان از زنان ایران منتشر میشه. البته مردم که به طور معمول دارن کار خودشون رو میکنن. بین این نویسندگان، نویسندگان بسیار درخشانی وجود دارن که کارهاشون قابل تعمله، مثلا فریبا وفی، مثلا بلقیس سلیمانی، مثلا رویا زویا بیزاد، مثلا سپیدی شاملو، بله مستی حالا من چون اگه همه اسمو یادم نیست میتونم به شما بگم، ولی عده کثیری دارن رمان می‌نویسن و خیلی این رمان‌ها قابل تعمالن و وجوه مختلف جامعه رو دارن بررسی می‌کنن. ضمن اینکه بعضی نویسندگان بین زنها پیدا شدن، مثل فهیمه رحیمی، این خانوم مثلا ماه یک کتاب داده بیرون و رمان‌های به اصطلاح بازاری و آب پسند، ولی فروش‌های فوق‌العاده‌ای داشته. اخیرا هم تفلک میست که در اثر سرطان فوت کرد. این نوع کارها از طرف زنها انجام شده قبلا و تاریخا وجود نداشته. البته تاریخا زنها خب اسطوره سازی کردن، داستان گفتن، قصه برای بچه هاشون گفتن، اصولا قصه گویی کار زنه، یعنی این است. ولی اینکه ادبیات رسمی به وجود بیارن در این دهه زیاد شده. پس دقت کنید دو تا رمان از 1348 تا 55 و یه دفعه یه انبوهی از رمان در فاصله بعد از انقلاب که این کار انجام شده. به نظر شما چرا اینجور شده؟ چون اولا یه چیزی من میخوام به شما بگم، حتما با من مخالفت میکنید ولی اگه درست فکر کنید میبینید درسته. ما در ایران یه جور مادر سالاری داریم، یعنی فرض کنید که بچه ها اسم پدر رو میگه، ولی تمام بچه ها بلسستا خاله و داییشون بیشتر از عمو و عمه دوست دارن و بعد زن ها خیلی بیشتر از هم حمایت میکنن. بریم خاله جان رو ببینیم، بریم خواهر رو ببینیم، بریم مادر رو ببینیم، یه شبکه از زن ها دائما در حال فعالیت و حرکت هستن که برای خودشون هویت داشته باشن. ضمن اینکه با جمهوری اسلامی ما متوجه میشیم اصولا یه نوع آزادی جنسی زنانه هم در ایران وجود داشته تاریخاً که در دوره شاه زیاد محسوس نبود، دیده نمیشد. اونم سیستم صیغه است، یه خانم میتونه با یه آقا صیغه کنه یه ساعت مثلا یه روز بعد جدا بشه، حالا مجبور عده نگه داره، ولی الان به دلیل قرصای حاملگی اینا دیگه اون عده هم لزومی نداره، شوهر بعدی رو میکنه. یعنی یه جور فحشای مقدس
یعنی با رسمیتی از طرف خدا بهش داده شده. و جالبه که جمهوری اسلامی این رو حمایت میکنه. به نظر من هم یه سیستم خیلی قابل بررسیه. چون شما با فحشا نمیتونید بجنگید. فحشا همیشه در تمام طول تاریخ وجود داشته و یکی از قدیمی ترین شغل‌های دنیاست. ولی اینا اومدن بهش یه جنبه شرعی دادن و با احترام بیشتری باش رابطه برقرار میکنن. ببینید که اگه دقت کنید یه مسئله سیاسی خیلی مهمیه، چون در این 1400 سال بعد از اسلام دولت‌های ایران همیشه برای نفوذ کردن در بین عرب‌ها و حفظ نقاط استراتژیکی مثل عراق یا لبنان یا سوریه به این نقاط زیر عنوان مذهب، مثلا داستان امام حسین که ساخته شده در عراق یا جاهای دیگه، و حمایت از مذهب شیعه نیرو میفرستادن. این نیروها هیچ کدوم لباس نظامی تنشون نبود، ولی با عنوان زائر، با عنوان کاسب، با عنوان فروشنده دورگرد، با عنوان همه اینجور مشاغل دائما به این مناطق میرفتن و چون نمیتونستن مزدوج باشن، چون نمیتونستن دائم اونجا زندگی کنن و دوره قدیم مشکل بوده، همیشه ایده زن با اینها میرفته. این زنها به صیغه این مردا در میامدن برای که تنهایی اینا رو و کمبودهای جنسی اینا رو در دیار غربت به صلاح رفع رجوع کنن. اگر این زنها قرار بود حجاب نداشته باشن خیلی بد میشد، برای اینکه همه بلافظه این زنها رو میشناختن، میگفتن این با همه میره. بنابراین یه حجاب غلیظ هم توصیه شده که یه خانوم که میره پلی آقا روز وقتی در بازار داره میره با روی بسته شناخته نشه و میتونه بره برای آقای بعدی یا آقای بعدی. پس میبینید که این سیستم صیغه و خود حجاب در حقیقت یک عواملی بوده که در دست دولت ایران بوده که از طریق مذهب اداره میشده. همین سیستم، یعنی همین آزادی های جنسی که مثلا بین عرب ها نیست، عرب های سعودی یا بین بخشی دیگه از مسلمان ها نیست، به زن ایرانی یه فرصت ها و فضاهای ذهنی داده که میتونه مثلا از خودش یه نوع شخصیت نشون بده. در اسلام هم خب زنها میتونن تاجر بشن، میتونن کار کنن، میتونن با پول خودشون معامله کنن. پس زن ایرانی اون طورها که تصور میشده اسیر و دست بسته و اینها نبوده، امکاناتی داشته. بعد از انقلاب وقتی که اون آزادی های دورش رو ازش گرفته شد، این خانوم ها با تلاش قریبی ریختن در تمام زمینه ها شروع کردن به فعالیت. شما که این زن مختری داشتید، ولی الان اسم بعضی از زن ها بابان مختری مثلا این چیزا ثبت میشه. حتی مثلا در خارج از کشور زن هایی که آمدن با جدیت عجیبی شروع میکنن یه چیزهایی رو خوندن که بتونشون بهشون هویت بده و شخصیت بده و بالا ببرتشون. فکر میکنم دلیلش این باشه. ببخشید سوال همو نمیخوام طولانی کنم، ولی یه ذره محدودش میکنم به خود حوزه ادبیات. اوکی. تو حوزه ادبیات مثلا ما شاعر نمیدونم بعد از شاملو چه شاعر انقدر درخشان شاید نداریم. خب یعنی بقیه زمینه ها، بقیه زیر حوزه های ادبیات شاید اونقدر نمیدرخشه که حالا مثلا تو رمان زمان دارن منظورم اینه که اگه یه چیزی، اگه حوزه ادبیات به طور کل شکوفاست، چرا فقط در رمان، چرا فقط زنان؟ نه فقط زنان، مردان هم کار خیلی عالی داره. مثلا نویسنده هایی مثل حسین سناپور، مثل جعفر مدرس صادقی، مثل یعقوب یادعلی، مثل شهریار مندنی پور، خیلی ها هستن که دارن کار میکنن و خیلی فوق العاده عرضی میکنن. یعنی هر دو با هم دارن کار میکنن، منتها قبلا مردها کار میکنن، حالا زنان و مردان با هم کار میکنن. در مورد شعر هم من باید به شما یه چیزی رو بگم. شعر سنتی ایران با وزن قافیه بود و من با اجازتون هنوز هم اون رو شعر میدونم. شعر نو رو باید یه اسم دیگه براش انتخاب کرد، چون آثار درخشانی به وجود آورده، ولی با شعر به مفهوم سنتی فاصله داره. نیما میاد یه بیعتی میذاره و قافیه و وزن رو میشکنه و شکلهای جدید میده بشه.
بعد از اون مرتب میدان اختراع و ابتکار در زمین شعر وسیع میشه تا جایی که الان شما یه شعرهایی میخونین که وجدانن با هر منطقی اگه این رو نگاه کنین میبینین نمیتونن شعر باشن چون یه کلمات زیر هم شکسته شدن ولی هر رو هم میذارین میبینین این همه یعنی هیچ فرق نمی کنه این شعر به بنبست خورده یعنی اینقدر همه سعی کردن یک کار عجیبی بکنن و عده زیادی از آدم که استعداد شعرگویی نداشتن نمیتونستن وضع قافیه به وجود بیارن حتی عروض قافیه رو بلد نیستن اینو همه آمدن دارن شعر میگن و این مجموعه عظیم شاعران که یک کمیت غریبی رو ایجاد کرده کیفیت خیلی نازلی به وجود آورده و شعر از درخشش افتاده ما الان دیگه شعری یعنی از بعد از مرگ شاملو به راستی شاعری جز احمدرضا احمدی و چند نفر دیگه که اینجوری موندن نمیتونیم اسم از شاعری ببریم برای اینکه همه رفتن توی روابط شعر سپیر و غیره و هیچ نوع به نظرتون تو رمان این اتفاق نه هنوز نیفتاده چون رمان از قاعده های کلاسیک داره تبعیت میکنه و همون داستان سازی به سبک قدیم داره اتفاق با جوابی که برای شعر نو و شعر کلاسیک دادید به من این شهامت رو داد که این سوال رو مطرح بکنه خواهش کنم راجع به پست مدرن و نگارش پست مدرن در داستان‌های ایرانی چه نظری دارید؟ میتونید یه مثال برام بدید چون پست مدرن یه عنوانه من میخوام ببینم آیا شخصیت ادبی منظور نظرتونه من چند کتاب رو چند صفحش خوندم و دیگه نتونستم ادامه بدم و وقتی که با کسانی صحبت کردم که چرا من نمیفهمم به من گفتن که من که پست مدرن خب یه مثال اسمی میتونیم بدی؟ یادتون هست؟ ترجیح میدم که نگی نه اشکال نداره شخص میتونه از خود استفاده کنه یعنی بگه من پست مدرنم من به عبر نیستم بیژن نجی رو میگی شما بیژن نجی منظور نه من کار یه خانم میشه آهنگ خانمی بهتون یا اون احتمالا گم شده هم سارا سالار سارا سالار نخوندم چون من این اصلا نخوندم من بر نیستم ولی بیژن نجیه نه اون یوز پلنگانی که با من یوز پلنگانی که با من دویدم نه بیژن نجی نیست من بر نیستم بیشه بالای پاک هم چنین چیز متاسفانه چون من نخوندم نمیتونم روزو این پست مدرنیسم اظهار نظر دقیقی بکنم ببینید هر نوع ابتکاری در زمینه ادبیات حداقل به نظر من مجازه برای اینکه خب دلشون خواهد یه فرم جدید ارائه بکنه به صورتی باز کنه اینا یه خیلی هم کمک میکنی برای اینکه تابوهای علمی رو بشکنی ما در ایران سیستم قدیمی که نگاه میکنیم خیلی دایره بسته ای داره مثلا شعر یه قواعده معینی داره و اگه از این قاعده بیرون باشید شاعر نیست شعر نو میاد میشکنه و جمعیت بیشتری رو در خودش میگیره به همین شکل مثلا علوم مختلف روش میکنن حالا یه جمع کار پست مدرن میکنن میشه اجازه داد که این کار بکنن منتها شما نخونید بحث بسر این نیست که ما اجازه بدیم کار کنن یا نکنن سوال بسر در واقع همین این که شما رو کمیت دارید توجه کنید توجه درست کنید مثلا ما تعداد رمان نویسای زنمون دکتر 50 نفر اضافه شدید درست یعنی کاملا من چنین چیزی برای خودم هم سوال بوده دکتر زیاد شدن بعد اتفاقا یک سری داستان ها مثلا نوشته میشن شما باید نقد میدهید میگید مثلا در شعر نو در شعر یه سری چیا به وجود اومد اصلا معنا نداره درست نمیدونیم از شعر بگیم خب در داستان هم نمیده میشه گفت در داستان هم یه سری چیا نوشته شدن که اصلا واقعا معنا نداره نمونه بگیم چون خب الان دو تا نمونه که گفتین من نخوندم خب حالا من دیگر رو نمونه هم بدم نشه باش نه ببینید مثلا بیژن نجدی کارهای فوق العاده جالبی کرد محمد رضا صفدری رو نشون رضا صفدری بله اون مثلا کار مشکلی یعنی منم کارشو میخوندم به نظرم میمرد که سخته برای من درکش تله آبی و اینا ولی میشه گفت که خب
شما انسان اجازه دارید این کار بکنید، شاید یه مخاطب داشته باشید. ببینید شاید مثلا توی دوره اصلی ما زندگی میکنیم که همه با هم میخوان باسواد باشن، همه میخوان مهم باشن، در این وسط مهم شدن کار مشکلیه. یعنی اینکه شما مثلا شکسپیر زمان بشید یا شخصیتی مثل حافظ بشید، اینکه میدان‌های ابتکاری خیلی رشد میکنه، شخص برای توی توانه فرا بره از همه، سعی میکنه یه ابتکاراتی بکنه که در این میون ممکنه خودش و ادبیاتش رو نابود کنه. ولی که نمیشه اینا دیگه دفت. میشه گفت خب این شخص هم میخواد اینجوری کنه. باشه، اون عنوان منتقد ادبی واقعا مسلطی به ادبیات دارم میپرسم، عنوان مقرر ادبی اگر قرار باشد که مثلا ارزیابی بکنیم، مثلا بگیم که بیان قبل از انقلاب رو ارزیابی کنیم با بعد از انقلاب، درست فرم رمان رو بیان ارزیابی کنیم، شما معتقدید به لحاظ کمی پیشرفت کردیم، یه شاخصه برای مطبعه شما، ما شاخص کمی شما رو میپذیریم، یه شاخصی کیفی اگر بتونید به ما بگید چه شاخصیه که ما بتونیم بگیم بله فرم رمان پیشرفت کرده. من یه چیزی تو ذهنم هست، میخوام شما جواب بدید بعد شاخصه. ببین اولا فرم رمان در ایران جدیدی، ما البته هزار یک شب رو داریم، ولی هزار شب این یک سلسله قصه های به هم پیوسته خیلی ویژه است، یعنی فرمش رو نمیشه گفت رمان، بعد یه اسم دیگه براش انتخاب کرد. رمان هایی داریم مثل سمک عیار، یا بعضی از رمان های ما به شکل شعر هستن، مثل آنچه نظامی گنجوی ساخته در بهرام گور، در چیزهای دیگه لیلی و مجنون، داستان هایی که تعریف کرد، ولی اینا شکل شعر هستن، با شعر گفته شد. فرم رمان با صادق هدایت و جمالزاده شروع میشه. جمالزاده مثلا رمان نداره، داستان کوتاه داره، هدایت هم در حقیقت رمانی به اون مفهوم نداره، یه نوولا داره که مفکوره، چیز دیگه نداره. بعدش ما چوبک رو داریم، آقای بزرگ علوی رو داریم که اینها رمان به وجود آوردن. از این دو تا شخصیت که بگذاریم ما دیگه کیو داریم؟ جلال آل احمد هم یه رمان داره، بعد محمود دولت آبادی بین برزخ اون دوره و این دوره است، تو متولده 1319 است، آل احمد 1303 است، اینا رمان نویس های ما هستن. حالا ما ناگهان با جمعیت کسی رمان نویس رو رو هستیم، مثل که بعضی کاراشون واقعا فوق العاده است، مثلا جعفر مدرس صادقی به نظر من رمان نویس خیلی خوبی، یا مثلا فرض کنید یعقوب یادعلی کاراش فوق به نظر من قابل تحمله، یا خصوص حسین سنابور یعقوب یادعلی یه رمان داره به اسم شو یاد تصمان داره، کل بگین کدومو؟ از کی دوزیده؟ از کی دوزیده؟ حالا من من خودم خوندم اصلا خیلی رمان جالبی بود. بگین اسمش چیه؟ یادتونه؟ رمان چیه؟ نه اون که اصلا تصورش بسته من اسم رمان نه یه مهندسی هست دقیقاً بله که ماشینش میفته و افغانه رو به جای خودش میکشه. من نمیدونم از کی دوزیده، اگه میتونید به من بگید. فولد این رمان ابتکاریه و در حقیقت به اینو رابطه ای بررسی میکنه که خیلی ایرانیه، یعنی افغانی بی‌هویت که وارد ایران شده، شما میتونید به جای خودتون رو بکشید، بکشتن بدید تا بتوانید برید خودتون رو گم کنید، زندگی بهتری بکنید. این مثلا از کی دوزیده؟ از امریکایی ها؟ از ایدهش خیلی ایده نوری بود، ایده ای که شما میتونید هویت یه آدم بیچهره بشید، یعنی بدون هویت همه هویت ها رو بذارید کنار، مثلا برید توی جامعتون از اونجا روایت بکنید، اینش خیلی مدل نوعی بود. من خوندم در این افتاری نوشته شده و یه نقدی هم همین بود که این مدل وجود داشته و من نقد گفته که قبلا این وجود داشته. خب کی نوشته بود؟ من نمیدونم، من اینو خوندم. من میخوام با دقیقاً بگن با فکت.
که مثلا اصلا اقتباسی از فاکنر یا مثلا چیز میدونین چی میخوام تو بگم؟ زمان ضروریست هستم مطالعه دیگم مشکل نیست میشه اینجوری گفتش که شما حالا این نویسنده‌ای که دارید نام میبرید که تعدادشون زیاد شده و کاملا هم هر با شما تعدادشون زیاد شده چرا تک اثر هم؟ نه تک اثر هم نیستن همین یعقوب یادعلی چند تا رمان داره که همشون جالب هستن حسین صنابور چند تا رمان داره که خیلی جالب هستن ژانرهای ادبی جالبی پیدا شده مثلا یه آقای هست به اسم گلشیری احمد میشه که اگه اشتباه نکنم داستانای برای نوجوانان میویسه با یه ادبیات ماکابر یه چیزی ترسناک بعضی از قصه‌هاش من خوندم خب خیلی جالبه یعنی چیزی میده به آدم بیژن نجدی البته رمان نداره ولی کارش خیلی ابتکاری و فوق‌العاده است بعضی از رمان نویسای ما و داستان نویسای ما فرم‌هایی رو اقتباس کردن مثلا گلچیری خیلی تحت تاثیر ویلیام فاکنر هست و هیاهو خشم ولی نمیشه گفت از اون دزدی میکنه اونم برای خودش یه کار رو به وجود میاره زیر نفوذ یعنی تحت تاثیر فاکنر من اینجوری به نظرم میاد بالاخره هر کسی کارش الگوه یه کاری یعنی یه چیزی خونده از اون الگو گرفته دیگه بخاطر هر نویسنده ای وقتی که می نویسه از یک کسی مقال اینا اینسپایر شده صد در صد مثلا خود من با اجازت بود کتاب آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز رو که انگلیسی هست The Great Expectations من این رو 34 دفعه خوندم یعنی از سن 10 سالگی تا 13 سالگی من 34 دفعه این رو خوندم اینقدر من تحت تاثیر این قرار گرفتم بدون شک یه جایی در کار من این هست یعنی چی شده خودشو نشون داده نمیتونه ندیده باشه بعد هم فرم این رمان از غرب آمده خب خیلی طبیعیست که شما تحت تاثیر غرب باشید و ادبیات غرب ببخشید جان بحث الهام گرفتن شد میخواستم بدونم توی کتاب توبا و معنای شهر منبع مستنداتی که شما توی این کتاب نقد کردین از کجا بوده؟ از مادر بزرگتون بود؟ نه بافت رمان اسکلت داستان به یک کم شبیه زندگی مادر بزرگ من یک کم چقدرش مستندات واقعی فکر میکنید؟ اگر الان بخواید روی کفه تر بزرگ. ازدواج اول ازدواج دوم مثلا مادر بزرگ من از ازدواج اول چه بچه داشت من این بچه رو حذف کردم چون کارم مشکل میکرد بعد ازدواج دوم بشم شبیه بوده به اون ازدواجی که این کرده یعنی پیچیده تر داستان از این داستان بله پیچیده تر بوده ولی بقیهش خوب دیگه داستانی یعنی شکل داستانی چقدر تو توصیفاتون اغراق کردید در چه زمینه این مثلا تو بیان اون مستندات چقدر بهش آب و تاب دارید چند درصد فکر میکنید به هیچ ببین من سعی کردم یه دوره تاریخ ایران رو در داستان زندگی مادر بزرگم ببینم شما وقتی دارید یه داستانی برای جامعه می‌نویسین خب باید شبیه اون وضعیت اجتماعی هم باشه بعد من مثلا ازدواج سوم مادر بزرگم رو ننوشتم چون اون وقت شوهر دومش جدا میشه برای اینکه حس شوهر رو در بیاره میری ازدواج من این رو در بردم خب من آمدم اینجا یه خانمی بذارم به اسم لیلا که او خیلی کار رو میکنه درست شد؟ این ها دیگه چیزایش که به صورت مبالغه آمده وسط قصه قرار گرد جانم اگه لطف کنیم فضای ذهنی رو صد از صد حتما برسید کنید شما خوندی این کتابو؟ خوشتون اومدی وقتتون اومدی ببینید من اصلا وقتی رفتم که این کتابو بنویسم هیچ رو ایده قبلی تو ذهنم نبود ولی که میدونستم اسمش هست دونا کیخیتا یعنی هم دونکی شده زن و بعدم رو آبی متمرکز بودم و بیشتر من رو شعله آتش متمرکز بودم یعنی اصولاً موقعیت زن، هویت زن از نظر اساطیری که من فهم کنم با شعله آتش رو بررسی کنم شما یک کبریت رو بزنی یا هر آتش
چند وجه داره. یک منطقه وسط مرکزی داره که تاریکه، که بر طبق قوانین فیزیک اگه شما سر یک کبریتو بکنید اون تو آتش نمیگیره، منطقه سرده. بعد زردی دارید که دور این مرکز هست، بعد یه فاصله قرمز دارید، بعد آبی دارید. آبی پایین چیه؟ آخرین چیز شعله است. و آبی اصولا تجسم رنگ زنانگی هستی. مثلا مریم رو دیدید اغلب با چادر آبی نشون میدن که این کنایه از آسمانه. من حساب کردم دیدم که خب این آبی آتش پایینه، ولی در این حال ما یه آبی بزرگی در بالا داریم که آسمانه. اگه فرض کنیم که این آبی هم یه آتشه، پس آتش آسمان واژگونه است. آبیش در بالاست، بقیهش میاد پایین. روی یه همچین تصورات بچگانه این من این کتاب عقل آبی رو شروع کردم بنوشتم. فرم داستان خودش پیدا میشد. یعنی من در شمال ایران در رامسر بودم و همطوری روزی ده صفحه می نوشتم و اولا فکر کردم روز کار کنم، چون معمولا من شب کار می کنم، ولی خود زمان برای من جا به جا شد و من اینو دوری که صبح نوشتم، زور نوشتم، عصر نوشتم، بعد به طرف شب رفت. کم کم به خاطر اینکه من هیچ کس رو نمی دیدم در شمال و هیچ کسی هم بهم تلفن نمی کرد و هیچ کس نبود که باش حرف بزنم و تنها کاری که می کردم هفته یه روز می رفتم آبگرد تو این آبهای معدنی آبتنی میکردم، هفت زدن یادم رفته بود. یعنی من بدون اینکه خودم بدونم چله نشینی کرده بودم. در چله نشینی میدونی که 40 روز از تمام جامعه دور میشن، حرف نمیزنن و یه غذای کمی میخورن، حتی روزه میگیرن و بعد میگن جن ظاهر میشه یا حواله میبشه ظاهر. منم تقریبا چله نشینی کرده بودم و تحقیقا در حدود 40 روز بعد از این قضیه حالت روحی من به هم ریخت. یعنی من رسیده بودم به جایی که قهرمانامو فرستاده بودم تو آسمان، اون تکه آسمان. و این همطور که من می‌نوشتم باور کنید یه صدایی تو مغزم پیچید، صدا که بهتون میدم انگار که رادیو بازی، یعنی یه همچین جور صدایی بود. گفت که چلیپا رو سیال کن مثل الماس روان. من مردم بود صدام. من با خودم فکر کردم این چه جالب، چه عقیده خوبی. اصلا هم تعجب نکردم که این صدا شده. این تکه آمده تو کتاب. بعدش یواش یواش حالت من عوض شد. یعنی دیگه نتونستم بنویسم، مغزم شروع کرد دوران کردن. طرف های ساعت 7 شب بود، تاریک بود، زمستون پاییز بود. دیدم حوصله ماهی درست کندن اینا ندارم. دو تا تخم مرغ نمی‌رو کردم. و یکی از عجیب‌ترین تجربه‌ات من در این شب اتفاق افتاده. من تخم مرغ رو گذاشتم جلو، بعد دیدم در می‌زنه. بلند شدم که در باز کنم، دیدم روزه. و خیلی تعجب کردم که من الان شب بود. بعد بشقاب رو نگاه کردم، دیدم تخم مرغ هستم. من نخوردمشون و چروک شدم. من بلند شدم در باز کنم، خانم همسایه بود، تازه بود یه چیزی بگه. و بعد من وارد یک عوالم عجیب غریبی شدن، از صدا شنیدن، از حرف چیز کردن، حرکات بسیار مضحکی کردم، هر کی از دور میدید تو از خنده روده بار میشد و این تحت تاثیر این صداهایی که با ما حرف میزدن. و تقریبا 3 روز 4 روز من در این حالتها بودم بدون اینکه غذا بخورم و بدون بخوابم. و بعد در یه شبم یه چیز عجیبی دیدم که رو من یه چیزی مثل خفاش افتاد، خفاش برای بطمن، که من پریدم از خونه رفتم بیرون به طرف خونه همسایه. و عصر فردا که من از شدت خواب داشتم میمردم، یه دفعه دیدم که یه سگی شلو، ولی سرش معلوم نبود، بدنش اینطوری موج زد تو هوا رفت تو خونه همسایه، از تو دیوار رفت. و من به خودم گفتم تو داری دیوونه میشی، بپر برو تهران. چون اگه کسی بود در شمال که من میشناختم خصوصا برم خونهش مثلا بشینم اونجا یا بخوابم اونجا، هیچ که نبود. من مانتو پوشیدم، بانو پوشتم، چیزهایی که نوشتم لای نایلون پوشیدم، دستم گرفتم و پریدم به طرف تهران.
حالا چه اتفاقایی افتاد بماند، ولی من در راه 5 ساعته رو در 24 ساعت آمدم. یعنی فقط میدونم که گاهی توی مینیبوس هایی بودم، گاهی بیرون بودم داشتم توی بارون راه میرفتم، دوباره در یه مینیبوسی بودم، بعد دوباره داشتم راه میرفتم. یعنی هم تو من هی مینیبوس عوض کردم، هم پیاده شدم، اصلا این دا کجا. و بالاخره این دوشنبه بوده من سوار ماشین شدم، سه شنبه رسیدم به تهران. خیلی تجربه عجیب غریبی بود که من فکر کنم من الان بایپولار هستم، یعنی در سن 44 سالگی در زمان نوشتن اقلابی من دوچار بیماری چی شدم، مانیک دپرشن. یعنی اینجور میگن، من نمیدونم بیماری درستی یا نه. و این اولین حملهش بود که در این نوشتن این کتاب پیش اومد. البته بعدا دیگه بعد از دو سه ماه حالم خوب شد کتاب رو تمام کردم. ولی تجربه عجیبی بوده. هنوز هم گاهی من خودم عقل آبی رو میخونم، به نظرم میاد خیلی بولش عجیبی داره. میدونی من گاهی دستم مینوشت قبل از که مغزم فکر کنه در یه جایی از کتاب. ولی حالتون به خاطر این نبود که گفتین اون وقتی چی گفتین همین من دارم فکر میکنم که بدون اینکه من بدونم شاید قدیمی ها یک تجربه ای داشتن که میگن چله نشینی. من بدون اینکه بدونم چله نشینی کرده بودم. خیلی خوب یادم مثلا یه روز رفتم شیر بخرم، بعد دیدم که اونجا روزنامه هست، یه روزنامه گرفتم. فکر کنم بعد از 30 روز من یه روزنامه میخونم. تمام مطالبی تو این روزنامه من خونده اومد تو قصه. یعنی اینقدر ذهن من خالی بوده از تمام حوادث بیرون که هر چیزی توش میریختید مثل گل علف روش میکرد میومد بالا. و خلاصه این تجربه خیلی جالب. شما این سوال داشتین از اون وقت؟ حجم این رمان های جدید که شما بیه که بعد از انقلاب زیادتر شده، اینا به خاطر امکانات بیشتر، چند درستش به خاطر امکانات بیشتر میتونه باشه تو همه زمینه الان؟ خب مثلا در زمینه های مختلف میبینیم که شاید به خاطر امکانات چاپ، به خاطر کامپیوتر اینا برای نویسندگی آسان تر شده، پخش نوشته آسان تر شده، پخش صدا آسان تر شده. فکر کنید چیزیش مربوط به این؟ نه، من فکر میکنم که مردم ایران پوست انداختن، از حالت رعیتی خارج شدن و دارن انسان میشن. ببینید رعیت یعنی گوسفند. جامعه ایران سنتا به خودش میگفته ما رعیتیم. من یادم بچه بودم یارو اومدم در گدایی میگم ما رعیتیم، ما هفت سر رعیتیم، مثلا از این حرفا میزدن. رعیت یعنی گوسفند، و گوسفند در مقابل اربابه، یعنی چوپان که رایی بهش میگن یا به هم ارباب. رعیت فکر نمیکنه چون گوسفندش کردن، برگشت کردن، فکر کردن به شما وامیذاره، خودش یه جور بیگاری میکنه. در مقطع انقلاب ایران با اینکه انقلاب قهقرایی بود عقب میره، ولی 90 درصد مردم ایران به سرعت داشتن میمدن جلو. در این جلو آمدن اون 10 درصد دیگر رو میکشیدن عقب تا برسن به طرف جلو بیان. این یک بولش خیلی قابل بررسیه، بدون اینکه خیلی عصبی بشیم یا بگیم مردش رو انقلاب اسلامی رو برن یا هرچی. مردم ایرانن که دارن این کار رو میکنن، خود مردم هن. دارن میان جلو و این پوست رعیتی رو میشکافن. در پیدا کردن هویت و من پیدا کردن رمان نویسی خرب میشه، داستان نویسی شکل میگیره، شما خالق یک داستان میشه، مثل خدا که خالقه. درسته؟ این پدیده است که باید مورد بررسی قرار بگیری به نظر من. یعنی اصلا این پدیده کوچکی نیست، خیلی قابل تعمله. شما قبلا من نداشتید، در ایران هیچ کس به خودش نمیگفت من. تقریبا همه میگن بنده، همین الان پیر مردا در ایران وقتی حرف میزنن میگن بنده عقیده دارم، مثلا چیز اینجوری. ولی الان این حالت بندگی داره از بین میره، همه دارن من میشن. مردم گاهی هم که میخواستن حرف بزنن و نگن بنده، میگفتن ما عقیده داریم. یعنی خودش شخصا رو نمیگفت، شخصا حضور نداشت در دنیا، یا بنده بود یا ما بود. ولی الان من داره خلق میشه، من داره به وجود میاد و این من داره میاندیشه و چیزی به وجود میاره، بنابراین خلق میکنه و آفرینش ایجاد. خیلی ممنون.
جانم بفهم. این شرایطی که ایران الان هست فقط در مورد رمان نویسی نیست، شما میتونید موسیقی توی فیلمسازی توی نقاشی هم میبینید که هم تعداد خانم ها خیلی زیاد شده بزرگ گرفته این کار رو انجام میدن هم مردم. میشه گفتیم به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم از اون جامعه مصرف کننده یه خود فاصله گرفتن، توی درونگرا شدن، وقتی به قدر راهی برای اکسپرس کردن خودشون فیلم بشون وقت از توی ناخب یه سری کارهای خوب در میاد. درسته دیگه، یعنی ببینید هم تو کشفت بندگی و بردگی داره خارج میشه و از حالت رعیتی قوه خلق و ابتکارش بالا میره. اگه در ادبیات داره این کار میکنه، قطعا در نقاشی هم داره میکنه، در مجسم سازی هم داره میکنه، در موسیقی هم داره میکنه و همچنین در علوم. شما الان اینا موسیقی دارن هم میکنن در ایران، فقط دستگاه هاشو که توی چیز نشون میداد اون فیلمی که گرفتن میمونه رو فرستادن بالا، دستگاه رو نگاه میکنیم میفهمیم داخلی ساخته شده. یعنی دستگاه های خیلی فابریکه امریکایی نیست، بلکه معلومه یه تیکش از اینجا خریده شده، یه تیکش از اونجا سرهم شده و دارن میکنن. خود جامعه ایران اصلا داره پوست میندازه، یعنی چیز دیگه داره میشه. ربطی هم به جمهوری اسلامی نداره، این جامعه از دوره شاه داشته عوض میشده. در حقیقت شاه فدای همین قضیه شده، چون شاه تاریخا ظالم و جبار بوده، همیشه یه جباری از خارج اومده و مسلط شده بر جامعه و پدر مردم رو در برده. آخرین پادشاه ایران در حقیقت تقاص 2500 سال پادشاهی رو داده، یعنی کینه و نفرت که مردم در طی هزاران سال جمع کردن متبلور شد روی روسر شاه پهلوی. در حالی که این شاه پهلوی آدم مترقی بود، یعنی سعی میکرد چیزی به وجود بیاره، کارخونه زده بود و این کارها اینجوری کرده بود، ولی جواب عمل داد، جواب تمام پادشاهای قبلی رو داد و جامعه آمد بالا. یعنی جامعه ایران محالت مولدش، حالته این که داره چیزی خلق میکنه، واقعا یک چیز نویست و خیلی قابل تعامله در هر زمینه، در تمام زمینه. جانم بفهم. البته من سوالی که دارم به نظر دیگه از خواهش کنم که صحبت خانم میخواستم بگم که با رجوع که نمیشه از زمینه هم بیرام میده فکر میکنم اصلا موضوع خلاقیت هنرمند نیستند اصلا وقتی به موضوع مصرفی بودن جامعه داشت، چون جامعه مصرفی هنوز هم هستم طبیعیه همه جا هستم درست، همونطور که اینجا به همون دلیلی که مردم مصرفی هستن اینجا هم همینطور مردم فکر میکنم، اما خلاقیت فکر میکنم یک موضوعش رفت داره بیشتر خارج از دولت، یه دلیل شاید اتفاقا مخاطر دولت باشه، چون وقتی که ما نگاه میکنیم ما رسانه دولتیمون خیلی خیلی متفاوت از ما فکر میکنه، ما در واقع مستقل میشیم و میایم از خودمون تولید کنیم، حالا چه در عالم هنر باشه چه در مورد نویسندگی باشه. در واقع این اشکالی که از ما داریم الان در واقع به نفعمون تموم شده، یعنی ما الان خلاقیت در ایران بیشتر از حتی در آمریکا داریم، ما یه جامعه ای هستیم که خیلی خوب رو پامون وای میستیم و سورپرایز میکنیم همه رو که چرا این همه زیاد شدن، چرا موسیقی اینقدر زیاد شده، چرا خواننده اینقدر زیاد شده. و این همیشه اتفاقا همیشه برعکس شده دیگه، در واقع وقتی دولت این شکلی میشه مردم از اون طرف خیلی خیلی تولیدات جالبتر میکنن، ما فیلم های بهتری داریم از نسبت به قبل از انقلاب، هر چیزی که مقایسه میکنیم جالبه و خبرهای خوبه، خبرهای دولتیمون بده ولی خبرهای مردمیمون عالیه و این اصلا رابطه به جامعه مصرفی هم نداره، ولی فکر میکنم محدودیت بد نبوده به طور کل از این مسئله ما. ولی من سوالم در رابطه با موضوعی که در واقع کتاب شما در مورد زن بدون مردان خواستم در رابطه پروسه فیلمنامه نویسیش از شما بپرسم، که یکی اینکه در حین نوشتن شما اولا حدس میزدید که اصلا این فیلم بشه و بتونید یک اون نگرشی که کمک کنه به فیلم شدنش رو در نظر بگیرید، که هر داستان قابل تبدیل به فیلم رو نداره، مثل اینکه شما یه پتانسیل فیلمنامه شدن رو در حین نوشتن بذارید، یا اینکه سبک شما اینه که راحت در فیلمنامه میشه، یا در حین فیلمنامه شدن یه سری تغییرات کرده و شما اون تغییرات به میل شما بوده یا یه جاهایش هم خارج از میل شما در واقع پیش اومده. ببینید همطور که فرمودید کتاب زنان بدون مردان برای فیلم جالب نیست، مثل خیلی چیزا، مثلا 100 سال تنهایی مارکز رمانی است که در سطح عجیبی در دنیا فروخته ولی تا به حال فیلمی ازش ساخته نشده،
چون نمیشه ساخت. یعنی زبان سینماییش مشکله، نمیشه پیداش کرد. آثار داستایوفسکی اینطور هستن، نمیشه. مثلا شما جنگ و صلح راحت میتونید این فیلم کنید. ولی بردارون کارامازوف کار مشکلیه. چون بخش از رمان در درون شخصیت ها میگذره. پیاده کردنش روی صحنه سینما مشکله. سنم بدون مردان هم کاریست مناسب سینما نیست. یا اینکه فقط تکه های ازش مناسب سینما هست. شیرین نشاط برای ساختن این فیلم 5 سال 6 سال وقت طرف کرد و خیلی یه جاهای عاجز بود، نمیدونست چیکار کنه، یعنی خیلی اذیت میشد. من در پروسه رمان سناریو نویسیش نقشی به اون صورت نداشتم، ولی در چند سفر باش به مراکش رفتم، دیدم که در فیلم بازی کردم، هر چی اون گفت من کردم. ولی این فیلم در حقیقت سناریو به اون مفهوم نداشت. اون تکه هایی میگرفت و من یه جایی به هم وصل میکرد و یه تکه رو میمشتم، یعنی اون تکه رو به صورت درست میکردم. همون تکه ای که دید من دارم بازی میکنم، قبلا به من گفته نشد چی کارت بکنم. به من گفتن فقط این دختره رو بیا دعوا کن. تمام سرالی و دیالوگ از خود منه، یعنی آمدم واشدم میشتایی گفتم و رفتم. درسته؟ یعنی یک جور فیلمسازی ویژه‌ای داره شیرین که با فیلمسازی سنتی متفاوت هست. این چیز این حالتو داره. فیلم مال شیرین نشاطه، چون به کتاب من زیاد شباهت نداره، اصلا شباهت نداره. یه اقتباس، یه گرده برداری از کتاب شده. مثلا فرض کنید اگر من قرار بود سناریو رو بنویسم، محال بود زن روسپی رو بکشم. قطعا براش یه جایی زنده و فعالی در جامعه میذاشتم، ولی اون زن میمیره در داستان روشی. ولی واقعیت هست که فیلم خوبیه. چون فیلم خوبیه و هرگز نخواستم شیرین رو اذیت کنم یا مثلا بگم چرا شبیه کتاب من نیست، گفتم نه فیلم خوبیه و من همیشه حمایت کردم. و توجیه شخصی من هم اینه، شاید فردایی که دیگه بده بشه بخواد از اون کتاب فیلم بسازه، خب برسه. نه خیلی مثلا هاملت، نمیخوام خودم با شکسپیر مقایسه کنم، ولی مثالی میگم، ده ها هاملت وجود داره. هر کارگردان دلش خواسته به سبک خودش یه هاملت بسازه و با برداشت های متفاوتی رفته یه هاملت ساخته. اشکالی تو این قضیه وجود نداره. خواهش میکنه جانم بفهم. من باز من حدود 2 ماه پیش در کوتاه دالاس برق مانده بود، گیر افتاده بودیم. دیدم یه آقای ایرانی اومد نشست بغلم، کتابی دستش بود که خانم ایرانی، خانمی در ایران نوشته اخیراً، یکی دو سال شاید، که ادعا کرده که اسکندر مقدونی ایرانی بوده، اصلا اسکندر یونانی چیز نیست. من به اجمال یه دقیقه شاید یه 2 دقیقه کتاب رو نگاه کردم، چند جا دیدم از شما به عنوان رفرنس استفاده کرده. حالا نمیدونم شما این کتاب رو نهیدم. این کتاب نهید؟ آره. رمانه؟ نه خیر، رمان کار تحقیقی بهتر رمان باشه، چون تا اینکه ادعا بکنیم که خب ببینید الان خیلی من بچه بودم، خودشیفتگی تاریخی که ما ایرانی ها داریم در اونجا خیلی دیگه اوج خودش رسیده بود و میگفت اصلا اسکندر ایرانی بوده و اون اسکندر مقدونی دروغه. و من دیدم اسم شما در چند جور رفرنس شده. نمیدونم بشه. نه من هر